دوستان جان همراهان دوست داشتنی کانال یک پله بالاتر سلام وقت همگی بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه من آیدین نامدار هستم و در این ویدیو در کانال یک پله بالاتر کنار همدیگر هستیم که به یک سوال بسیار ساده ولی بسیار بسیار مهم پاسخ بدیم اونم این هست که اصلی ترین عامل حال خوب در زندگی چی هست یه عاملی وجود داره یعنی این سال یک جواب بسیار واضح و مشخصی داره که اون اصلی ترین عامل حال خوب ما هست قبل از اینکه بریم به اون جواب برسیم بذارید یه مقدمه بگم خدمتتون دوستان ما در زندگیمون دست به اقدامات و کارهای مختلفی میزنیم از تحصیل کردن و ازدواج کردن و فرزندآوری و کار کردن بگیرید بیایید تا اینکه یه خریدی انجام میدیم یه نمایشگاهی رو میریم بازدید میکنیم چه میدونم یه سفری رو میریم و الاخر همه یه کارهایی که ما در زندگیمون دست به انتخاب اونها میزنیم پشتش یک فکر وجود داره اونم این هست ما فکر میکنیم با انجام دادن این کار یک قدم به حال خوب نزدیک میشیم مثلا میگم ما فکر می کنیم اگر ازدواج کنیم، تشکیل خانواده بدیم، بچه دار بشیم، حالمون از وضعیت مجرد ماندن بهتر خواهد بود. حالا اینکه بعد از ازدواج چه اتفاقی میفته، چند درصد از متأهلین میتونن با رعایت یک سری اصول این حال خوب رو خلق بکنن و نگه دارن بحث دیگری است ولی ما فکر می کنیم اگر این کار رو بکنیم حالمون بهتر خواهد شد. ما فکر می کنیم اگر تحصیل کنیم حال بهتری به دست خواهیم آورد اگر ساز زدن یاد بگیریم حال بهتری به دست خواهیم آورد و الاخر پس همه انتخاب های بشر یک تلاش برای رسیدن به حال بهتر از اکنون وجود داره که اگر بشر احساس بکنه دست به انتخابی بزنه تصمیمی بگیره اقدامی بکنه کاری رو انجام بده که پسش ممکنه حال بد بهش دست بده یه جوری تفره میره مثالی هم که میتونم خدمتتون بزنم این هست اگر شما به جایی دعوت بشید که احساس بکنید به واسطه رفتن به اون مکان ممکنه که حالتون بد بشه همش دنبال بهانه هستید که نرید پس در همه کارهایی که ما انجام میدیم یک تلاش برای رسیدن به حال خوب هست اما این وسط همیشه حال ما خوب نیست چون یک عامل بسیار بسیار اساسی برای رسیدن به حال خوب وجود داره دوستان جان حال خوب ما در گرو ارتباطات با کیفیت انسانی است هر چقدر هم شما دستاوردهای بالا ارزشمند و بزرگی در زندگیتون داشته باشید هر چقدر شما به بخش اعظم هدفهایی که در جستجوی اون بودید رسیده باشید هرچه اندام متناسبی داشته باشید چهره زیبایی داشته باشید ثروت داشته باشید شهرت داشته باشید تنها زمانی اینها به کارتون میاد که شما ارتباطات انسانی مطلوب خودتون رو داشته باشید یعنی چی؟ یعنی با دوستانی در ارتباط باشید که دوستشون دارید حال خوب در شما ایجاد میکنند چنان رابطه ای کیفی با همسر و فرزندانتون داشته باشید که اونها در شما حال خوب ایجاد بکنن چنان رابطه ای با کیفیت با پدر و مادر و اعضای نزدیک خانوادتون داشته باشید که اونها در شما حال خوب ایجاد بکنن در غیر این صورت هیچ کدام از دستاوردهای زندگی نمیتونن حال شما رو خوب بکنن یا نمیتونن به صورت پایدار حال شما رو خوب بکنن پس جواب این سوال که اصلی ترین عامل حال خوب ما در زندگی چی هست یک یک عبارت هست اونم ارتباطات انسانی با کیفیت حالا میخوام مثالی بیارم که کاملا کاملا این موضوع رو اثبات میکنه خیلی از ما فکر میکنیم که آدم های برخوردار آدم های حالشون خوب هست و آدم های کم بزاعت حالشون بد هست وقتی نزدیک میشیم به زندگی اون آدم هایی که به واسطه برخورداری و ثروت و دارا بودن فکر میکنیم باید حالشون خوب باشه میبینیم نه خیلی هم حالشون خوب نیست به ظاهر خوب هستا ولی در واقعیت در کنه در بطن داستان به اندازه که باید حالشون خوب نیست چرا یک کالبوت شکافی خیلی ظریف و ریز به ما نشان میده که اینها رابطه انسانی با کیفیتی با اطرافیانشون ندارند برای همین هم هست که اون خونه اون ماشین اون ویلا اون سفرها به دردشون نمیاد به دردشون نمیخوره این درست داره برعکس ما یک خانواده ای رو در نظر میگیریم یک خانواده ای رو از دور میبینیم که بالاخره یه سری چالش های مالی داره یک سری دشواری هایی رو داره تجربه میکنه و با خودمون میگیم که خب اینا حتما حال اعضای خانواده بد هست مگه میشه آدم پول نداشته باشه مال و منالی در دست نداشته باشه و حالش خوب باشه وقتی نزدیکشون میشیم میبینیم نه خیلی هم حالشون خوبه و این حال خوب هم اصلا ظاهری نیست خیلی هم عمیق هست و اون کالبوت شکافی رو اگر اینجا هم انجام بدیم یک خروجی بیشتر نداره اون هم این هست این آدم ها با وجود اینکه بزاعت کمی دارند با وجود اینکه ثروت و مال و منال رو مثل اون کیس قبلی ندارند چون در تعاملات انسانی ارزشمند مطلوب و با کیفیتی هستن حالشون خوبه یه پدر خانواده هست رابطه زناشویی با مادر خانوادهش خیلی اوکی هست فرزندان خانواده با هم اوکی هستند پدر و مادر با فرزندان رابطه تعریف شده تر و تمیز قابل قبولی دارن و اگر بخوام خلاصه بگم زندگی به کام همشون شیرین هست زندگی به همشون داره خوش میگذره همین اثبات میکنه که پول و ثروت و شهرت و زیبایی و مدرک و کار و منزلت اجتماعی همه اینها خیلی درست خیلی ارزشمند خیلی تاثیرگذار هستند ولی اون اساره حال خوب رو نمیدن مگر به شرطی که شما ارتباطات انسانی تر و تمیز داشته باشید و این ویدیو به ما میگه که ما نیاز به آدم داریم ما آدم لازم داریم برای اینکه حالمون خوب باشه ما باید دوستانی داشته باشیم که در لحظه, در لحظه در لحظه درست حالا چه شادی باشه چه غم باشه چه سختی باشه چه آسانی باشه در لحظه درست کنارمون باشن ما چنان بذری رو باید در زندگی زناشویی و خانوادگیمون کاشته باشیم که در لحظه لازم در لحظه حال بعد اینو برداشت بکنیم ما چنان ارتباط با کیفیتی با باید با پدر و مادرمون ساخته باشیم که در لحظه درست درست این رو ببخشید برداشت بکنیم و چیزی که در دایرکت بسیار زیاد میبینم در کامنت های یوتیوب بسیار زیاد میبینم متاسفانه نسل جوان و نوجوان از ناحیه ارتباط غیر کیفی و از ناحیه ارتباط نامطلوب با پدر و مادر خیلی در عذاب هست و ممکنه شما هم یکی از اونها باشید این ویدیو چه کمکی به ما میکنه؟ این ویدیو به ما این پیام رو میده که این همه داریم دنبال داشتن و جمع کردن و پیدا کردن و به دست آوردن و سرمایه گذاری کردن میریم این خیلی خوبه ها این به زندگی هدف میده این به زندگی معنا میده خیلی هم قشنگی اصلا قرار نیست ما یک جا بمانیم و این کارها رو نکنیم اما فراموش نکنیم همه اینها زمانی مزه خواهد داد زمانی شیرین خواهد بود که ما ارتباطات انسانی درست داشته باشیم و الان وقتش رسیده که شما دوست خوب من یه <applause> دور دور خودتون در زندگی بچرخید ببینید با کدام آدم ها در تعامل هستید آیا حالتون با این آدم ها خوب هست کجای ارتباطات انسانیتون ایراد داره کجا رو باید درست بکنید کدام رابطه ها رو باید قطع بکنید کدام رابطه ها رو باید نجات بدید کدام رابطه ها رو باید از نو بسازید و اینجوری هست که بهتون قول میدم در پایان این اقدام حالتون خوب خواهد بود اینجا پایان این ویدیو هست من آیدین نامدار از شما میخوام که این چنل رو سابسکرایب بکنید دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید و اینجا اونجایی است که قرار یوتیوب شما دو تا ویدیو دیگر رو از این کانال پیشنهاد بده یکی رو انتخاب کنید و مسیرتون رو با من آیدین نامدار در کانال یک پله بالاتر ادامه بدید پیروز باشید در پناه حق بدرود خدا نگهر.